آخر من یاد دکوپاژ فیلم هاینون انداخت، طوری که راه میرفتن و ساعت و اصلا آمدن مثل این که دقایق آخر. خود موسیقی، خود موسیقی اصلا اصلا موسیقی دیمیتری تیومکینه با یک اجرای به اصطلاح هم دست و همگن با فیلم. ولی تیکایی که پلان گرفتی، ساعت از زاویه بغل، عبور این عجل پوستر، بله، همون مثل لحظات آخر هاینونه دیگه، یک دقیقه به یک دقیقه به دوازده، بله بله، که اون یک دقیقه به دوازده، بله بله، که کاراکترانشون داده میشه تو این یک دقیقه. اینم بله، اینجا آمدن اصلا از دکوپای تو ذهن رو اول میدید، بله بله، و پایانم این پایان امیدوار کننده تو ذهن، بله. همیشه اسم فیلمات استثنایی بوده. اگر به متروپول نمی‌رسیدی اسم این فیلم نامه رو چی می‌ذاشتی؟ من اول گذاشتم کلید شکسته که نشد، بعد عرق سرد رو گفتم و اونم نشد. اون اسمی نشد که نشد، یعنی امشاد جزی نداره. بله بله. خب بله دیگه. همیشه ارشاد اجازه نمیده. من این سناریوی پنجم هم بود که دادی ارشاد؟ بله، که اصلا رد شده بود و این قبول شد. اونم به لطف آقایی بود که اصلا لطف کردن و این رو، یعنی چهار تا سناریو قبل از این دادی که بله، بسازی؟ بله. بعد از اون و نتونستی بله، نمارسی بگیری؟ بله. این آخرین سناریو بود که بله، قبول کردن. بله. اونم به سختی، خیلی به سختی. اسلامی هم دادن؟ نه، فقط توصیه کردن. بله. توصیه های اخلاقی بله. دادن. توصیه بله. اخلاقی جایدن دادن. بله. بعد متروپول دوست داری؟ خیلی خیلی دوست دارم، برای اینکه خیلی جاهاش اصلا دلیه با من، یعنی با من. یا خودم صحنه‌ش بیشتر دوست داری که الان اون صحنه رو ما نشون بدیم و در واقع ببینن؟ بله دوست دارم، همش رو دوست دارم، ولی اون فاصله آینی رو که میگم از تصادف تا زن میره، زن میره تو، رو خیلی دوست دارم، که حتی خانم افشار واقعا زمین خورد، یعنی میخواست وارد سینما بشه، پاش میگیره به این آهن جلو و واقعا زمین خورد، زمین سخت خورد. اون فاصله آینی و اون رفتن به سینما که یک دوره برای خود ما هم یک آیین خاصی ایستادن تو صف بلیت گرفتن. بله، یادش بخیر واقعا. بله. تو صف وایم ایستاد. بله. آخرین صفی که دیدی یادته؟ از سالهایی که یاد سینما تو ذهن سینما بود، آخرین صفی که تو ذهنم مونده گوزناس. بله یادش بخیر. بله بله. آیه کیمیای، من سال گوزنا جلوی سینمای تالار وحدت بودم، میخواستم فیلم ببینم، آقای موسوی کارت خبرنگاری داشت و رفت تو. اون موقع کارت خبرنگاری عکس نداشت، بعد این کارت رو میداد تو فیلمای دیگه، میآوردن بیرون علامت زد کارت. بله. دیگه نتونست بیاره کارت بیرون. یک گروه که دم در منتظر بودن با یک کارت برن تو. بله. توی هوای سرد موندن و اون سال، اون سالون یادمه که 10 دقیقه به هفتم مس که کپی گوزنا رو گذاشتید. بله. چی؟ شما تو سینما پارامونت دیدید؟ ما سینما پارامونت دیدیم. بله. با جوانهای شروع، جوانهایی که جمع شده بودن و همه نگران بودن فیلم به سینما نمیرسه و جلوشو میگیرن. دیگه همه فهمیده بودن. بله. خودت هم اومدی سینما پارامونت؟ بله من اومدم. خودت و نعمت اومدیم با بله. با بهروز و غریبیان. غریبیان اومدین؟ آره. بله، که غریبیان رو خیلی تشویق کرد. آره اومدی. بله. سالم قیامت بود، من یادم میاد بغل سینما پارامونت. و پا میکوبیدن آخر فیلم. آره. دیگه شنیده نمیشد. آره. یعنی از اونجایی که میگه نمردیم و گولم خوردیم، از اونجا دیگه اصلا شنیده نمیشد گفتگوها. نمردیم و گولم خوردیم. خیلی هیجان زده شده. بله، بله اصلا همه، من کنارم یک کارگردان نشسته بود به نام عبدالله باکیده. بله. گریه میکرد. اون طرفتر بیژن امکانیان بود. من خیلی از آدمایی که الان فیلم سازن همه بودن اون شب فیلم تو در سینما پارامونت دیدن، چون سینمای تالار وحدت نتونسته بودن یا تالار رودکی نتونسته بودن فیلم ببینن. یادش بخیر. یادش. من خیلی خوشحالم که باز هم مجدد با صحبت کردم. و خیلی خوشحالم که این فیلم
فیلم کامل تری است و بازگشتی است به کیمیایی که همه دوست دارن، با قهرمانهای امروزی تر، با بازیهای بسیار خوب، با فیلم برداری بسیار خوب علیرضا زرین دست. خیلی هم فیلم برداری خیلی خوب، موسیقی بسیار خوب عبدی بسیار. بله و مونتاژ خوب آقای خرقه که بنظرم من تو جرمم خیلی خوب. بله من خیلی متشکرم قربون شما. من خیلی عذر میخوام که قربونتون برم، خوشگم قربون دارم عزیزم، قربون شما. جشنواره 32 عصر 11 بهمن ماه با صف‌کشی پرشیاهای رنگ و وارنگ روبروی تالار وحدت رسماً کلید خورد. پرشیاهایی که قرار بود هنرمندان را روی فرش قرمز بیاورند تا همه چیز با یک تشریفات آنچنانی برگزار شود. البته فرش قرمز امسال گزارشگر هم داشت و کرمی لحظه به لحظه با سینماگرانی که روی فرش قرمز می آمدند همراه بود. البته فرش قرمز خیلی هم با دقت پهن نشده بود تا خطر افتادن و آبروریزی جلوی دوربین در کمین سینماگران باشد. بازار چاق سلامتی و حال و احوال هم حسابی گرم بود و همه از دیدن هم هیجان زده می شدند و به آغوش هم می رفتند. مراسم افتتاحیه هم با فرزاد حسنی از اون افتتاحیه‌های جذاب شده بود، به خصوص زمانی که احساسات بر او غلبه می‌کرد. آقای گبرلو ببخشید من جلوی شما اجرا می‌کنم، البته شما اینو بعد به من بگید. به افتخار آقای گبرلو. البته احساسات اصلی این بار به سعید راد غلبه کرد. حامد بهداد هم تا میتونست به غلبه کردن این احساسات کمک کنه. امید برای ملت ایران باشه. تماشاگران حاضر در سالن هم همچین بی احساس نبودن. متوجه نمیشم به خود فصیح در آها ای بعد به فیلم فارسی آها قیافت میخوره. حتی این احساسات در بخش بزرگداشت ها هم بود تا کلن افتتاحیه پر احساسی داشته باشه. 67 سالمه و دیدم که این بزرگداشت رو نمیتونم بسش رو تحمل کنم. زنگ زدم به دوستان و همکاران 35 سالم که این بزرگواران اینو به اتفاق سر قضیه رو بگیریم و چهارتایی این بزرگداشت رو یه جوری نگه داریم. دوستان که معرف حضورتون هستن، آقای غلام ژاپنی، من یه تیم بازی کردم، یه فیلم بازی کردم جناب آقای علیرضا زرین دست با بازیگری خانم مهناز افشار، فیلم خاطره. یه ترابلینگ 20 متری رو کشید، من اون رو دوخ کردم، گفتم الان بالاخره یه دو تا کلوزابی از من میگیره. ولی وقتی رفتم تو سینما تو جشنواره دیدم فقط صدامه، اصلا خودم تصویرم نیست. ولی خب منم آرزو دارم، دوست دارم، هنوز که هنوزه، بس با 64 سال سن دوست دارم یه فلان تو یه فیلم بازی کنم. من سپاسگزارم. برنده اصلی بازی امین زندگانی بود که با دقت تمام صحنه‌های احساسی را به تصویر کشید. مراسم افتتاحیه دوره 32 نزدیک به 4 ساعت طول کشید، اما اجرای گروه چارتار که من بزن بازا ببین که بی مه تو من هوای پر زدن ندارم. و البته اجرای رضای یزدانی برای فتح قلبت، برای فتح گیشه، هیچ عاشقی حریف آلن دلون نمیشه. تنفس خوبی برای حاضران در سالن بود، حاضرانی که البته این بار برای بازگشت هم باز از روی فرش قرمز با
با گزارش کرمی عبور کرده و با همان پرشیه‌های رنگ و رنگ به خانه‌های خود بازگشتند. جشنواره 32 را باید ویترینی تماشایی از داشته‌های سینمای ایران دانست. جدا از نسل اول فیلمسازان که دیگر کسی از آنها در قید حیات نیست، از نسل دوم کارگردانان، جشنواره 32 مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی را داشت. کیمیایی با متروپول و مهرجویی با اشباح نماینده نسل دوم کارگردانان سینمای ایران بودند. اما نسل سوم کارگردانان پررنگ ترین حضور را در جشنواره 32 داشتند. رخشان بنی اعتماد با قصه ها، بهروز افخمی با آذر، شهدخت، پرویز و دیگران، ابراهیم حاتمی کیا با چه، کیومرث پوراحمد با 50 قدم آخر، احمد رضا درویش با رستاخیز و کمال تبریزی با طبقه حساس، چهره‌های برجسته نسل سوم کارگردانان بودند. از نسل چهارم هم چهره‌های برجسته‌ای در جشنواره 32 بودند. رضا میرکریمی با امروز، محمد مهدی اسکرپور با مهمانداریم، سعید سهیلی با کلاشینکوف و حمید نعمت الله با آرایش غلیظ داشته‌های این نسل را دیدنی کرده بودند. البته از این نسل نام عباس رافعی با فصل فراموشی فریبا و وحید نیکخواه آزاد، غلامرضا رمضانی و مسعود کرامتی با کاری مشترک به نام گنجشکک اشیمشی هم نباید از یاد برد، و البته مسعود دهنمکی را با معراجی ها. اما جوانهای تازه نفس نسل پنجمی هم سهم زیادی از جشنواره 32 داشتند. بهرام توکلی بیگانه را داشت، مهدی رحمانی با برف آمده بود، سامان سالور تمشک را رو کرده بود، رضا عطاران با رد کارپت آمده بود، منوچهر هادی زندگی جای دیگری است را داشت، هاتف علی مردانی با مردن به وقت شهریور و امیر حسین ثقفی با همه چیز برای فروش هم در این بخش بودند. مصطفی کیایی با خط ویژه خیلی ها را غافلگیر کرد و رضا درمیشیان هم با عصبانی نیستم سر و صدا به پا کرد تا این نسل نشان دهند که باید آنها را جدی گرفت. البته این نسل پدیده هم رو کرد و در آن نرگس آبیار با شیار 143 و جمشید محمودی با چند متر مکعب عشق همه را هیجان زده کردند.